سلام. 5 روز بعد از به شهادت رسیدن سردار سلیمانی به دست تروریست های آمریکا، سپاه پاسداران در عملیاتی عین الاسد، بزرگترین پایگاه نظامی آمریکایی ها در بغداد رو با موشک های بالستیک مورد حمله قرار داد. تو برنامه بدون تعارف این هفته به مناسبت سالگرد این عملیات گفتگو میکنیم با سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه. سلام، احوال شما؟ حالا چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ خدا قوت. چیه؟ اومدی فیلم همون بکنی؟ من میخوام شروع کنم با یادی از حاج قاسم سلیمانی. حضرت عالی شروع بفرمایید تا من برم سراغ سوالات. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تشکر میکنیم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادید و شاید در شروع باید به این بپردازیم که چرا حاج قاسم رو امریکایی ترور کردن و علت اقدام اونها چی بود. این رو به نظر میرسه که در صحبت خود امریکایی باید جستجو کرد. اونا 3 دهه در منطقه برنامه‌ریزی کردن، پول خرج کردن، به قول خودشون 7 تریلیون دلار هزینه کردن، 3 دهه برنامه‌ریزی کردن و همه برنامه و نقشه‌های اونها رو سردار سلیمانی به هم زد. اونا با یه تیر می‌خواستن چند نشون بزنن، یعنی ضمن اینکه انتقامشون رو از حاج قاسم می‌خواستن بگیرن، می‌خواستن نماد مقاومت رو بزنن. می‌خوایم بریم سراغ اون روز. وقتی شنیدید که ایشون شهید شدن، چه اتفاقی افتاد؟ تشکیل جلسه شد؟ چی شد؟ چیزایش که حالا طبقه بندی نیست، امنیتی نیست، بگید. بر ترتیب خیلی بحث شد. خب حالا بالاخره احتمال این که بالاخره ما مستقیم با آمریکا درگیر بشیم و پایگاهی از آمریکا رو بزنیم و اونها واکنششون بدن، خب بود. هم در سیاسیون مطرح بود، هم در نظامی ها مطرح بود که این احتمال هست. جوانب کار بررسی شد، ولی خب نمیتونستیم جواب مستقیم ندیم. از طرفی هم به هر حال باید بالاخره ملت شریف ایران این موضوع رو بهش توجه بفرمایند که امریکا در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 75 سال، تو این طی این مدت خب کسی اصلا باش مستقیم نه درگیر شده بود، نه تیری به سمت اون، کسی شلیک نکرده اصلا، کاری، یعنی کسی جرأت این کار رو نداشت. من بعد از این حادثه خب با خیلی از فرماندهان نظامی خیلی از کشورها جلسه داشتم، همه اولین سوالشون از من این بود که چطور شما تونستید این تصمیم رو بگیرید. و خب امریکایی ها هم متوجه شدن ایران میخواد یه کاری بکنه و شروع کردن به تهدید کردن امریکایی ها. بله، مثلا ترامپ روز دوم بوده، بعد مثلا فردای روز ترور اومد مستقیم گفت اگر ایران پاسخ بده ما 52 نقطه رو میزنیم. خب حالا تو این شرایط شما میخوای تصمیم بگیری امریکا رو بزنیم؟ یعنی خیلی هم از خیلی جاها پیغام دادن که خب حالا یه خورده کوتاه بیاید، حالا بذارید برای بعد، حالا مثلا خیلی جای داخل ها، داخلی دیگه، داخلی و خارجی دیگه، حالا فرق نمیکنه. یعنی مثلا، یعنی واقعا داخل کسی بود نگران باشه از انتقام ما؟ حالا بالاخره داریم همچین آدمایی دلسوزی میکردن مثلا، یا نمیدونم، حالا نیتای دیگه داشتن، ولی پیغام میدادن که کوتاه بیایید، این کار رو نکنید. بعد چه شد؟ گفتن 52 نقطه رو میزنیم ولی تصمیم عوض نشد هیچ. نه دیگه، اونا محکم گفتن 52 نقطه رو میزنیم و ما تصمیم گرفتیم که بزنیم. تا شاید مثلا روز قبل اون عملیات تصمیم بود که پایگاه عطاجی رو بزنیم، نزدیک تقریبا بغداده، نزدیک کاظمینه، و شاید مثلا شب قبل دیگه ما مثلا تصمیممون عوض شد، گفتیم عین الاسد رو میزنیم. بعد چه کسایی اطلاع داشتن که قراره عین الاسد هدف قرار بگیره؟ عین الاسد رو خیلی محدود، مثلا سپاه، مثلا خب تعداد 2-3 نفر فرمانده محترم کل سپاه بود. چند نفر؟ 2-3 نفر. بله بله. و ستاد کل مثلا سرلشکر باقری میدونست، خیلی محدود، یعنی فقط تو نیروهای مسلح ماها میدونستیم، مثلا شاید 7-8-10 نفر بیشتر نمیدونست. بعد به عراق اطلاع دادید؟ چقدر زمان بود؟ ببینید حالا یه ابهامی هم از بعضیا میگن اطلاع رسانی شد و اونا تحلیل کردن، میدونستن، خالی کردن اونجا رو، رفتن. حالا تصاویری رو به اصطلاح نشون میدیم، شما این رو پخش میکنید. تا
تقریبا در کل پایگاه های امریکا آماده باش بود و اونها نمیدونستن ما کجا رو میخواییم بزنیم، ولی خب نگران بودن دیگه، از خلیج فارس، از به اصطلاح تنگه هرمز تا کویت، از کویت تا عراق و تا اردن و همه جا احتمال میدادن ما جواب بدیم. اون روز دیگه یعنی بعد از شهادت حاج قاسم اینا همه فاصله گرفتن و تقریبا 500 کیلومتر از سواحل مکران یعنی رفتن بیرون تنگه هرمز. احتمال دادن بزنیم. بله دیگه. رفتن هم. بله بله. حالا یعنی اینایی که میگن نمیدونم اینا خبر داشتن چی داشتن، خب اینا رفت بیرون. پس امریکا نمیدونست ما کجا رو میخوایم بزنیم. قطعاً میگید نمیدونست. بله قطعاً نمیدونستن. ما به عراقی ها که اطلاع دادیم نیم ساعت قبل از شلیک موشک ها، حالا من خبر ندارم از طریق نیروی قدس بوده وزارت خارجه، به نخست وزیر عراق اطلاع میدن که ما در عراق یک پایگاه رو خواهیم زد. نیم ساعت. نیم ساعت. ولی نمیدونستن کدوم پایگاه رو باز. پایگاهش هم نمیگیم. نه گفته فقط به احترام عراقی ها در واقع چون سرزمین اونها بود اینها رو تصمیم گرفته بودن که بهشون نیم ساعت قبل بگن. تعداد مشخص بود چند تا؟ ما حدود 13 تا موشک زدیم. 13 تا فقط. کاملا موفق بود عملیات این الاسدت دیدشون. اینو من نمیگم. ببینید اگر این موشکی که مثلا وسط آشیانه باید میومد پایین، فرض کن 100 متر 150 متر اونورتر میومد، خب این همه موشک چرا دقیق همه نقطه دقیق خود همش دقیق خود همون جایی که مد نظر همون جایی که مد نظر بود خودشون هم اعلان کردن این رو، خودشون یعنی گفته خودشونه که همه موشک ها هماهنگ بود، دقیق بود، رو این بخش کسی نتونست جوابسازی بکنه. یه بحث هم همینه دیگه، میگن این رصد چیزی نداشت ما زدیم، مثلا چه فایده ای داشت مثلا زدن این رصد، خسارت زیادی به امریکایی ها وارد نشد، این رو یه ذره باز میکنید که دقیقاً چه اتفاقی؟ ببینید اولا میتونستن سردار سلیمانی رو ترور بکنن بدون که به عهده بگیرن. برای چی به عهده گرفتن؟ برای اینکه بگن ما قدرت داریم میزنیم، شما هم نمیتونید کاری بکنید. همین داستان این بود و ما پاسخ دادیم، زدیم، بگیم که اینطوری نیستش که شما بزنید و درید، بزنید حتما میخورید. کشتم دادم. کشت دادم بله. خود عراقیایی که اونجا بودن که کشتهایی که کردن تو کیسه و زیپاشو کشیدن و فلان اینا رو گزارش به ما دادن و مدیریت کردن همه اینا رو همون ساعت اول بیرون کردن. حتی آدمایی که تصویری هم نذاشتن. نه به هیچ وجه. آدمای اجسادی که از زیر آوار می‌خواستن بیارن میرن اول عراقی‌ها رو بیرون کردن، بعد اونا رو از زیر آوار آوردن بیرون. خودشون باشه. خودشون آوردن بیرون. داشتید فرماندهی می‌کردید عملیات رو، از حس و حال اون لحظه میگید، اون چیزایی که شاید یه خاطرات جالبی داشته باشید تو اون صحنه. ببینید خب حالا بعضی موقع صحبت می‌شد دیگه، مثلا سردار سلیمانی به که دوستان گفته بود که خب اگه یک روزی منو زدن چیکار می‌کنید؟ حالا سر به سر هم دیگه میذاشتیم دیگه، مثلا رفیق ما گفته بود که خب حتما ما اعلان اعضای عمومی میکنیم. گفت خب دیگه چی کار میکنیم؟ گفت خب احتمالا محکوم میکنیم. خلاصه این شوخی ها و این سر هی سوال کرده بود سه ماه قبل شهادتش. گفت آخه دیگه چی کار میکنیم؟ میسپره محور مقاومت چیز بکنه دیگه، انتقام شما رو بگیره. گفت نامرد، یعنی نمیخواد انتقام خون منو بگیری؟ حاج قاسم گفت. خدا حاج قاسم گفت. خب این عملیاتی بود که دیگه حاج قاسم نبود و خب سخت بود، ولی خب این که توفیق انتقام، یعنی شروع انتقام بود. همین حالا میخوام بگم انتقام بودین؟ شروع انتقام بود، به نظر من شروع مهمی هم بود و هیمنه امریکا ریخت از بین رفت، ولی اینکه تمام باشه نه. وقتی خب ما هدف قرار دادیم عین الاسد رو، بعدش چه اتفاقی افتاد؟ آماده بودیم برای چی؟ آماده بودیم تو مرحله بعد که اگر اونها پاسخ بدن در واقع شروع بکنیم به زدن پایگاه امریکا. حالا شاید اون شب شروعش با عین الاسد بود، ولی ادامهش دیگه همه پایگاه منطقه درگیر می‌شدیم دیگه، یعنی همه جا رو باید می‌زدیم و 400 تا موشک آماده کرده بودیم برای همون لحظات اول. ما خودمون رو آماده کرده بودیم برای ادامه درگیری، ولی خب به هر حال امریکایی‌ها تصمیم درگیری ادامه درگیری رو نداشتن. رفتن به سمت اینکه موشک‌های ما رو منهدم کنن؟ نه ببینید اینها یه توانمندی‌هایی دارن، ولی ما هم بلدیم چجوری بجنگیم دیگه، تو این چند سال یاد گرفتیم. هم سپرشون رو می‌زنیم هم خودشون رو. یا کل پایگاهی که تو منطقه دارن یه مرحله در یک لحظه میشه مثلا با 500 فروند موشک شلیک همزمان اینا رو کلن از رده خارج کرد و ضربه سختی بهشون وارد کرد که نشه جبران کرد.
یک روزی یه ملاقاتی داشتم با فرمانده نیروی هوای فضای روسیه، یه روزی اومده بود ایران، من فیلم‌های خلیج فارس رو نشون دادم که با پهباد میریم بالا سر ناوها. به من گفتش که اونا نمیزنن، نمیبینن، نمیترسید. گفتم جنرال امتحان کنین کارو. رفتن رو ناو امریکایی. من بهشون گفتم جنرال نگران نباش. ببین اینا دارن، یعنی تمام جنرال‌های بالاخره کشورهای مختلف دارن از این حرکت ایران دارن درس میگیرن. روسیه؟ بله بله، میگن فرمانده نیروی هوای فضای روسیه. بعد گفت چطور نمیزنن؟ گفتم جرئت نمیکنم، بزنم ما میزنیم. ولی بالاخره زدن عین الاسد کار کوچیکی نبود که حالا بعضی از دوستان مثلا بگن نه حرکت هماهنگ بود. نه، اگه ما با آمریکا هماهنگ بودیم که دیگه این درگیری ها لزومی نبود. اتفاق تو این یک سال تو منطقه کم رنگ تر شدن؟ اتفاق خاصی افتاد؟ نه کم رنگ نشدن، ولی وحشت زدن، میترسن. یعنی همین روزا که مثلا هواپیمای B-52شون میاد و میره و اینا، الان این روزا این خبرها هست. اینا ببینید، اینا ناشی از نگرانی ایناست، اینا ترس دارن، اینا وحشت زدن. حالا هر کس هم هر مثلا اونا نگرانن که بالاخره ما حرکتی بکنیم و اقدامی بکنیم. اینا همه در واقع در واکنش به اقدام احتمالی ما هست، اونا نگران هستن، با حضورشون نمیتونن کاری. همین هواپیما رو که اشاره کردید، دیدید چه سر صدایی بخوام به راه بندازن و میان؟ ببین اولا این هواپیما واقعا قدیمیه، موشک خوره. این B-52 به مراتب راحت تر از MQ-4 اون هواپیما به اصطلاح جاسوسی امریکاست. در دلتون بود که تو این یک سال بخواید بهش اشاره کنید، حرف دلتون چی بوده؟ بگم؟ بگید. پخش می‌کنی؟ بله. بدون سانسور؟ شاید. این نصیحت آج قاسم رو چرا عمل نمی کنی تو؟ به تو نصیحت کرد دوباره زن بگیر. الان توپ افتاد تو زمین. آره دیگه، بهتم قبلا هم گفتم الان هم میگم بچه باید به جون بابا قسم بخوره، نه به ارواح خاک بابا. برو زن بگیر. آخر برنامه میگیم بدون تعارف در این جمله، شما دوست دارید چه جمله ای بگید با چه کسی بگید؟ بله، شما عرض کنم که به هر حال زدن عین الاسد همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن یوم الله بود، واقعا پیروزی بزرگی بود که باید قدر بدانیم اون رو. منتها همه انتقام نبود و انتقام اصلی اخراج امریکایی از منطقه است. آمران و عاملان حتما تحت تعقیب هستند و روی آرامش و آسایش رو نخواهند دید و این ادامه داره تا انشالله ما از شر امریکا و امریکایی‌ها خلاص بشیم و اونها رو از منطقه بتونیم اخراج بکنیم. امید خدا. اینطور نیستش که بزنن و درن، حتما باید پاسخگو باشیم انشالله. خیلی ممنونیم ازتون، انشالله سلامت باشید. خداحافظ. سایتون برقرار. متشکرم.